منطقه باستانی در لشکرگاه مرکز هلمند در حال حاضر به سرپناه بیجا شدگان مبدل شده. صدها خانواده از مناطق نارام هلمند به این بناهای فرو ریخته پناه بردند. این بیجا شده ها می گویند که تا هنوز هم در مناطق آنها جنگ جریان دارد و یا هم مناطقشان تحت کنترل طالبان است. تنها خودم ماندیم. چهار فرزندم در خاک خوابیدن. هر خانه را که ببینید از هر خانه 3 یا 4 نفر کشته شدند. در اینجا به خود سرپناه ساختیم و از مجبوریت در اینجا شب و روز خود را سپری می کنیم. آمدیم زیرا طالبان مناطق ما را تصرف کردند. همراه خانواده خود در قلعه کهنه زندگی می کنیم. همه خبر دارند که یک فرزند خردسال دارم. 3 فرزندم را برای این حکومت قربانی دادم و حکومت هیچ چیزی برای ما نکرده است. اطفال خانواده های بیجا شده که از درس و تعلیم محرومند، همه روزه در اطراف این بناهای فرو ریخته بازی می کنند. این بناهای باستانی صدها خانواده بیجا شده را در آغوش ویران خود پناه داده که در کنار ریزش باران و سیلاب تهدید دیگری برای این منطقه تاریخی پنداشته می شود. در بسیاری مناطق مردم بناهای تاریخی را ویران کرده و به خود خانه ساختند. قلعه بست برای مردم اهمیت زیاد دارد. اگر حکومت اجازه بدهد مطمئن استم که هر جمعه هزارها نفر به دیدن آن خواهند آمد. قلعه بست در میان بسیاری ها به خاطر تاقچه آن مشهور است که از مسجدی که در قرن 11 اعمار شده بود به جای مانده و همچنین در بانکنوت های 100 افغانی و چاپ رسیده. آنچه ما دوست داریم این است که کار انجام دهیم تا بتوانیم این ساختمان ها را حفظ کنیم. حتی شاید دوباره مورد مطالعه قرار گیرند و آنهایی که حفظ شده می توانند ممکن به یک پارک باستانی مبدل شوند. در پی درگیری های چند ماه اخیر در هلمند هزارها نفر از مناطق اصلیشان بیجا شدند و به لشکرگاه پناه آوردند که شمار از آنها اینجا در یک بازار در نزدیکی قلعه کونه و قلعه بست به کاروبار پرداختند.